وقتی اسم تب میاد ناخودآگاه آدم یاد دکتر و دارو و آمپول میافته. وای! بعد که یکم دیگه فکر میکنی میبینی ای بابا تب که فقط این نیست که، الان خیلی چیزا هست تو جامعه بهش میگن تب، مثل همین تب فوتبال، تب بازیگری، تب مشهور شدن و تب خوانندگی. اما این روزا یه تبی دیگه هم هست تو جامعه که داره خیلی داغ میشه. الان تب چی بالایه؟ تب چی تو بالایه؟ حالا این تب انتخابات بین مردم چند جور دیده میشه. یه عده هستن هر جا گیرشون بیاد بحث انتخاباتی میکنن، از وسط خیابون گرفته همه ایرانیه. آقا صلوات خط کن تا کوچه و محله و خوابگاه و خونه و مغازه. چون وقتی میان تبلیغ میکنن میگم ما اله میکنیم بله میکنیم، باید از همون روز اول که میان تو رأسه‌تا باید همین کارو بکنن. یه دم هستن اصلا این تب انتخاباتی رو بروز نمیدن. من هیچ نظری ندارم. برخی هم انگار درجه تبشون این تبلیغات نامزدها بس شد. دیروز 4 ساعت 5 ساعت نشستیم پای تلویزیون. اونقدر پیگیر مباحث انتخاباتی هن که حالا برای خودشون شدن یه پا کارشناس. شرکت تاونی‌های قدیم رو دوباره راه بندازن. یعنی تو هر زمینی نظر میدن. رئیس جمهور آینده تیم ملی فوتبالمون رو باید ببره جام جهانی. تازه چنان نظر میدن که انگار مشکلات مملکت رو میخوان یه شبه حل کنن. ببین پرایدت میشه 2 ماه بعد 10 میلیون تومان، النمت میشه 25 میلیون تومان، دلارات میشه 250 تا 2500، سکت میشه 700 تا 800000 تومان. برخی هم دیگه کارشون از تب گذشته. رئیس جمهور باید بیاد در امور اقتصادی با ما مشورت و نباید بگه این بچه است. گویا تب انتخاباتی بعضیا جوری دیگه گل کرده. های ای مردم ایران کجایی؟ زمان رای گیری شد، بیایید ای خلایق از چپ و راست که میهن باز نیاز حضور شماها. خلاصه از مردم پرسیدیم حالا این تب انتخابات کی فروکش میکنه؟ ساعت 24 خوردن. ببخشید رنگیری تا ساعت 12 شب طول میکشه. آقای بایتون مردم اینقدر ماشالله باشه، همه خوب، همه سر پای صندوق های رای میرن.